عزیزم، دوستان عزیز فیسبوک من، دکتر ناناز پیرنیا هستم. امروز در رابطه با نحوه دادن عشق و دیسیپلین برای بچه ها و تینیجرها با شما صحبت میکنم. یه مقدارم میخوام راجع به خواب و نحوهی که خواب خوش میریم و لزومش برای مغز و برای سلامت و سیستم ایمنی صحبت میکنم. با من باشین، الان لایف میریم روی رادیو 67 AM. زندگی بهتر با دکتر ناناز پیرنیا. بفرمایید شروع کنیم. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیزی که لایو روی فیسبوک هر هفته همراه من هستین، به همه شما سلام عرض می کنم. دکتر ناناز پیرنیا هستم و به اتفاق دوست عزیزم زهره نگهبان، کارگردان اتاق فنی که امروز به ما افتخار داره و به جای فرشاد آمده به استودیو، به همه شما سلام عرض می کنم. خوشحالم که این برنامه ها مورد قبول و مورد علاقه شماست و هر جا که میرم و هر کسی که ایمیل یا از روی فیسبوک با من صحبتی داره، همیشه راجع به این که از این برنامه ها سود میبرن و استفاده میکنن برای خودشون و خانواده با من صحبت میکنن. به طور کلی مرکز مایند تراپی سنتر کارش در کنار رواندرمانی، سایکوتراپی، که من بیش از 37 سال مشغول کار رواندرمانی هستم، مشاوره زناشویی و کار برای کودکان و نوجوانان و بزرگسالان رو انجام میدیم. انواع تست ها و ایوالویشن ها رو برای بچه ها و بزرگسالان در رابطه با مشکلاتی که دارن انجام میدیم، از جمله اون تست تووا، هارت مت، و بعد در کنار اون نقشه برداری از مغز میکنیم به نام QEEG Brain Map، که این نقشه برداری موفقیت جدید علم مغز درمانیه، ادغامی شده بین علم مغز درمانی، مغز شناسی و روان درمانی و حلقه گمشده یک کار ماست، به خاطر اینی که امروز با تکنولوژی جدیدی که داریم میتونیم روابط الکتریکی مغز رو اندازه بگیریم و متوجه بشیم که علل رفتارهای و علائم مشکلات رفتاری، یادگیری، حافظه، احساسی، فکری و غیره به چه علتی هست. امروز دیگه آخرین تحقیقات رو و آخرین تکنولوژی و آخرین روش ها رو در مرکز مایند تراپی سنتر تقدیمتون میکنیم. بعد از اینکه نقشه برداری انجام میشه با دستگاه های HEG و EEG نیورو فیدبک، با کمک نورولوژیست ها و متخصص هامون میتونیم مغز رو از لحاظ الکتریکی با توجه به جاهایی که کم رابطش کم هست، کم کار هست یا پرکار هست، متوازن بکنیم و شما فقط با دیدن فیلم یا یک موزیک روابط این سلول ها رو به صورت خیلی واقعا پلزنت و آرام و بدون اینکه هیچ اشعه‌ای، بدون نور، بدون داروی شیمیایی بالانس میکنین. در ضمن ما دستگاه نورو موشن بد رو داریم که این بد تختی هستش که خودمون درست کردیم و با حرکتی که از چپ به راست و راست به چپ به صورت جنین در رحم مادر انجام میده و با کمک نور درمانی و موزیک درمانی مخصوص برای نیمکره چپ و راست مغز، ما توازن سلول های مغز و ایجاد سلول ها و نورون های جدید رو تشویق میکنیم و با توجهی که به مغز میدیم، خوشبختانه مغز نوروپلاستیسی داره، مغز قابل انعطافه و برخلاف علم قدیم، طب قدیم، روانپزشکی قدیم، در سلول های مغز با توجهی که از طریق این تکنولوژی بهشون میدیم
و با کمکی که از طریق دستگاه‌هایی مثل آلفاستیم و برین تپینگ و هیپنوتراپی انجام میدیم دوباره سازی میشه. و در کنار اون روش نور و رد لایت رو ما به شما تقدیم میکنیم که بدون هیچ نوع احتیاج به عمل جراحی، فریز کردن سلول ها یا با داروهای شیمیایی عجیب و غریب یا آمپول های عجیب و غریب یا روش های دایت عجیب و غریب شما بخواین وزنتون رو کم کنین. این لایت مخصوص وقتی که رب میشه به قسمتی که چربی اضافه داره، خودش کمک میکنه که چربی ها از سلول ها خارج میشن، سیستم ایمنی بالا میره، اکسیژن بالا میره، گردش خون بالا میره، همه مشکلات جسمی بالانس میشه و در این حال وزن به وزن لازم میرسه و پوست جمع میشه به خاطر نور انفراد لایتی که ما دیزاین کردیم. در کنار اون لیمف 360 رو تقدیم شما میکنیم در مرکز مایند تراپی سنتر. دستگاه لنفاوی ما رسوبات و سمومات رو قرار از بدن خارج کنه و به 1001 علت این سمومات به راحتی خارج نمیشه. اگر تورم داشته باشیم، اگه سلامت سلول ها وجود نداشته باشه به نوعی و یا چاق باشیم، این دستگاه کارشو، این لیمف کارشو انجام نمیده و این لیمف 360 رو ما قشنگ دور شما میبندیم و با فشار گرما و با در واقع هیتی که میده و ماساژی که میده، این غدد لنفاوی رو کمک میکنه که سمومات رو خارج بکنه و شما به بهترین نوع تنظیم بکنین، هم وزنتون رو هم سیستم ایمنی رو بالا ببرین. الان میبینیم که با وجود این ویروس کووید 19 هرچه بیشتر ما باید به سیستم ایمنی خودمون برسیم و در کنار اون ما با دستگاهی که متابولایت رو اندازه میگیره و با کمک دکتر نچروپاتیک و فانکشنال مدیسنمون دکتر کیت کمک میکنیم که از لحاظ هورمونی و از لحاظ نوتریشن و تغذیه و فانکشنال مدیسن هم بچه ها، هم جوان ها، هم بزرگ سال ها، از لحاظ دیابت نوع دوم که ریورسش میکنیم و جلوگیری میکنیم از مشکلاتی که باعث حافظه و آلزایمر خدای نکرده میشه. در برنامه دیگه‌ای که داریم هورمون ها رو چک میکنیم، هم از لحاظ نوروترانسمیتر ها برای بالانس مغز و بالانس سلول های بدن و هم کسانی که دیابت نوع دوم دارن یا فشار بالا دارن یا کسانی که آلرژی دارن، سلیپ اپنیا دارن و مشکلات دیگه. امروز مرکز مایند تراپی سنتر در خدمت شماست که تمام مشکلات فکری، احساسی و جسمی رو اول تشخیص بده و بعد معالجه بکنه. تلفن تماس با مرکز ما 310 که یکمی راجع به بچه ها و تینیجرها و در واقع اوزای اونا و نحوه دیسیپلین به همراه عشق و محبت رو با شما صحبت بکنم، توصیه هایی بدم برای اینی که یک فاصله زیادی رو بین والدین و بین بچه هاشون و تینیجراشون میبینم و متاسف میشم به خاطر اینی که بچه های ما فقط ما رو دارن و ما والدین چند سالی فرصت داریم که به بچه هامون برسیم تا افراد فانکشنال موفقی در زندگی بزرگیشون بشن. ما فرزندانمون در این قرن 21 در هر سنی که هستن دوران عجیب و غریبی رو از تکنولوژی و اطلاعات دارن میبینن و میگیرن و مغز بچه های ما در واقع در حال یک میوتیشن و یک پرش جدیدیه به خاطر مقدار زیادتری که به مغز داره اطلاعات میرسه و تکنولوژی که در اختیار هممون هست. وظیفه پدر و مادری بیشتر مهم و سنگین شده برای اینکه بچه های ما بیشتر میدونن، بیشتر میبینن، بیشتر میفهمن و در نتیجه بیشتر میخوان
و در این حال بیشتر میترسن و بیشتر میتونن گرفتار بشن. کنترل و دیسیپلین صحیح شما و سرپرستی شما واقعا مشکله و من با شما همدردی میکنم. خدا رو شکر بچه های من بزرگ شدن، ولی راه و رسم پدر و مادری رو من فکر کردم اقلا در این امریکایی که هستیم یک کمی با هم مرور بکنیم. ما از تولد تا 13 سالگی به طور کلی وقت داریم، سن یادگیری برای بچه هامونه، آموزشه و به طور کلی از لحاظ روانی ایجاد یک احساس خوب در اونها هست تا بتونن در تینیجری با اعتماد به نفس و احساس خوب از خود رفتار خوب داشته باشن. و برعکس اگر رفتار شما والدین اشتباه باشه، شروع لجبازی ها، طغیان، اون جنگ قدرت گرفتن یا پاور استراگل در تینیجرامون میشه. دنیای تینیجرای ما دنیای بسیار پیچیده‌ای شده و همه این بچه ها با یک تردید، استراب، کم حوصله، یک کمی گیج، گاهی اوقات فکر میکنم حالت کوماتایز دارن و یه مقداری طلبکار، خودخواه، انتایتلد و خیلی سلف سنترد و همه چیز مثل اینی که برای اوناست و خودشون رو خیلی فکر میکنم یه مقدار زیادی لوس کردیم. یه دفعه این بچه هایی که توی سن کمتر بیشتر حرف گوش میکنن و آرام و معصومترن، ناگهان از 10-11-12 سالگی مثل بچه هایی میشن که از کره مریخ اومدن و یه زبون دیگه اصلا حرف میزنن و فکر میکنن. تکنولوژی جدید و این اکسپوژر جدیدی که دارن آگاهی های بدون موقعی رو و بدون آمادگی رو به این بچه های ما میده. از یه طرف انقدر همه مشغول هستیم، بچه هامونم مشغول درس و تکنولوژی هستن که مکالمه دو طرفه ای رو ما بین پدر و مادر و بچه ها نمیبینیم. در نتیجه در سن تینیجری که اینا میخوان احساس خوب از خودشون رو، جستش رو بیان، مسئولیت بردارن، تصمیم کاراشون رو بگیرن، یک هرج و مرجی به وجود میاد، یک کیاسی میشه و بچه های ما و خود ما گاهی به آیسولیشن میریم، یه مقداری همه تنها میشن، فاصله میگیرن و خدای نکرده حتی من میبینم رابطه ها نزدیک به قطع یا قطع میشه. برای اینکه بچه هامون به ما گوش بکنن، پدر و مادر و یک سری شرایط و قوانین رو باید انجام بدن. قانون اول وجود یک مکالمه دو طرفه و مداوم بین زن و شوهر که بعد همون مکالمه بین والدین و بچه ها قرار صورت بگیره. در نتیجه برای داشتن مکالمه خوب شما میخواین که بتونین احساس خودتون رو به بچه بگین، احساس خودتون رو به همسرتون بگین و شنونده خوب باشین برای احساسات طرف مقابل، به خصوص وقتی که باهاش موافق نیستین. شما باید بتونین اجازه بدین که حرف دیگری تموم بشه بدون اینکه شما فکر بکنین که چی میخواین جواب بدین و چطوری از خودتون میخواین دفاع بکنین. قانون مکالمه اینه که به چشم هم نگاه بکنیم و اگر کسی داره دور اتاق را میره و بی‌حوصله است، بگیم که بعداً با هم صحبت میکنیم. قانون مکالمه اینه که شما صدا و تون ویستون مناسب باشه و اگر خشمگین هستین به اون طرف بگین که الان خیلی عصبانیم و بعداً با صحبت میکنم. قانون مکالمه اینه که من احساسم رو بگم و شما احساستون رو بگین و بعد هر دو احساس رو مورد نظر قرار بگیریم و یک تصمیم بهتری رو و یک راه حل بهتری رو پیدا بکنیم. شرط دومش اینه که پدر و مادر مدل صحیحی برای الگوبرداری بچه هاشون باشن. متاسفانه پدر و مادرها رو میبینم میان عصبانی، پرخاشگر، کانترولینگ، نگران و اونا بچه هاشون بچه هایی میشن عصبانی، پرخاشگر، پررو، غیر مسئول و نگران.
متاسفانه سن تینیجری با تفاوتی که تغییراتی که هورمون ها میکنه و با مسئولیت هایی که محیط و تکنولوژی برای تینیجر میاره و با اینکه دوست دارن جنس مخالف رو پیدا بکنن و از لحاظ هورمون های جنسی هم فعالیت زیاد میشه، سنیه که یه مقداری کیاس و مغز بدون ترمزه و ما نقشه برداری از مغز تینیجرها رو که میکنیم میبینیم که دورانیه که سلولها تازه داره به جلوی پیشانی میرسه که تینیجرها بتونن اول فکر بکنن بعد تصمیم بگیرن و بتونن احساساتشون رو کنترل کنن که عصبانی نشن. اگر سر به سر بچه هاتون بذارین تا 10 سالگی ممکنه زورشون به شما نرسه ولی بعدش درگیر میشین. امروز به من قول بدین که برای اینی که صداتون شنیده بشه و برای اینی که قانون بذارین، احترام، مکالمه و اعتماد اونها رو جلب بکنین. احترامی که نظر من هست و اعتمادی که منظور من هست اینه که احترام بذاریم به خواسته های یک دیگه و به خواسته های فرزندمون. و احترام یعنی اینی که اگر که کاری میکنن که مورد قبول ما نیست بتونیم باهاشون راجبش صحبت کنیم. اغلب ما عصبانی میشیم و قوانین بازور میذاریم و تفاوت عقیده بین ما میاد و تحمل شنیدن عقیده به هم میریزه. احترام به پرایوسی و مسائل خصوصی اونها بدیم و احترام بکنیم به آنچه که توانایی های اون فرد هست. من کلاینتی داشتم که شوهرش لکنت زبان داشت و آوردش به مرکز ما برای اینی که بهش فوش میداد و میگفت به این بگین درست حرف بزنه، این لکنت زبان داره، در حالی که قبل از ازدواج میدونست که این مسئله رو داره و لکنت زبان چیزی نیستش که به خاطرش ما همسرمون یا بچه‌مون رو خجالت زده بکنیم یا اذیت بکنیم. احترام بذاریم به تصمیم گیری های افراد از کوچک به بزرگ و اگر مشکلی داریم بتونیم احساس خودمون رو بدون اینکه خشمگین یا دفاعی بشیم راجبش حرف بزنیم. والدین باید یه چند تا قانون بین خودشون به یک تفاهمی برسن، زن و شوهر، و این قوانین مشخص، واضح و عملی باشه. من میبینم که قانونهای شما یا بیقانونی محض و یا قانونهایی که یه مقداری شاید حالت زور داره و یه مقداری به نظر از لحاظ عقلانی گاهی درست در نمیاد. فرزند پدر و مادری که بچه هاشون در مدرسه مختلط دختر و پسر میرن، به دخترشون میگن که با پسرها نمیتونی حرف بزنی یا پسرها نمیتونن منزل ما بیان. شما اگر بچه مدرسه مختلط میره، فرق پسر و دختر رو بچه های ما متوجه نمیشن، مگر این که ما با این حرف هامون بهشون بفهمونیم که پسر یا دختر خیلی مهمه و فکر اونها رو به جاهای دیگه ببریم. پشتکاری که شما میذارین برای این که به بچه ها مسئولیت پذیری رو یاد بدین، باید بهشون مسئولیت رو بدین. بچه های ما خیلی لوس، بی مسئولیت، همش تو خونه افتادن، این که اصلا مثل یه پیرمرد بی انرژی میشینن و اصلا هیچ کاری، هیچ مسئولیت رو در خونه به عهده نمیگیرن و ناگاه وقتی که 18 سالشون میشه قراره که پر از مسئولیت بشن، تصمیم‌های خودشون رو بگیرن و عاقبت تصمیم گیری رو بتونن تحمل بکنن. این سه کار رو ما در تینیجری برای بچه هامون انجام میدیم. والدین اگر خوشحال نباشن، مثبت نباشن، خودکفا نباشن، انرژی مثبت اگه نداشته باشن، بچه هاشون بچه های خوشحالی نمیشن. ما در مغز درمانی و مغز شناسی همیشه وقتی نقشه برداری میکنیم و بچه هایی رو میگیریم که مضطربن و یا افسردگی دارن یا قصد خودکشی دارن
یا نمیخوابن یا غذا درست نمیخورن، هر نوع مشکلی رو که میبینیم، میبینیم که منشأش رو در پدر و مادر و رولی که اون مادر به خصوص در 7 سال اول زندگی و رفته رفته پدر در دوران کودکی و تینیجری داره رو به یک نوعی انجام نمیدن. سعی بکنین یک ثبات روانی رو به بچه هاتون نشون بدین. در نتیجه قانون بعدی پدر و مادری اینه که اگر مشکلی، عقده‌ای، مسئله خصوصی، خاطرات و ترامای بدی خودتون دارین، اگر که یک سیمتوم، علامت یا دیسوردری دارین، شخصا خودتون بخواین که اونو حل بکنین. ما مرکزمون در خدمت شماست که علت مشکل شما رو بشناسیم، چه از لحاظ مود، چه از لحاظ فیزیکی و یادگیری، و بعد کمک بکنیم به شما که از لحاظ روانی سلامت روان رو داشته باشین و بعد به تربیت بچه ها لطمه نزنیم. بچه هایی که دچار ترس، نگرانی، عصبانیت و عدم استقلال میشن، بچه هایی هستن که در منزل ثبات روانی و روحی پدر مادرها میتونه کم باشه. در ضمن اول از همه به شما بگم که عشق و محبت بسیار عالیه، ولی به همراه دیسیپلین قرار باشه. اگر پدر و مادر توجه مخصوص رو بدن، سر قولشون باشن، وقت معنیدار صرف بکنن و اگر عشق و محبت رو بدن و اگه سر وقت باشن، بچه ها احساس خوب رو دارن و به دنبال یک زندگی موفق میرن، وگرنه هرج و مرج میشه. بریم آگهی ها رو گوش کنیم، برگردیم دنباله صحبتم رو ادامه میدم. آیا از چاقی رنج میبرید و میدانید که لاغر شدن بسیار مشکل؟ دوستان عزیز فیسبوکی من، طناز عزیزم، مرسی از محبتت، مرسی از همراهی، تولدت مبارک. دختر خاله عزیزم الکس شاپور، خیلی خوش آمدین به برنامه. و ماریا ادی خوش آمدین، راکسی پیرنیا خوش آمدی به برنامه. من سعی میکنم هر هفته مسائلی که مهمه با شما در میون بگذارم و کمک بکنم که یک ور قضیه زندگی، چه از لحاظ زندگی خوب برای خودمون و چه از لحاظ زندگی و رابطه با بچه هامون رو ایجاد بکنم. اگر که سوالی دارین با من مطرح بکنین. و امروز در قسمت خصوصی، بخشید مثل که این رفتش، میخواستم براتون بگم که در این دوران کووید، به خاطر اینی که کووید داره، انیتای پورشلیمی عزیز خوش آمدی به برنامه، به جز اینی که ما ماسک رو، و من نمیدونم ماسک و استفاده از ماسک چقدر سخته که انقدر پولیتیکال شده. چند روز پیش یه خواهر و برادر که مدرسه رو شروع میکردن، گفتن که ریفیوز کردن که ماسک رو بذارن. دیگه به حدی رسید که توی کلاس مجبور شدن پلیس صدا کردن و پلیس این بچه ها رو اخراج کرد، و چون بچه ها گفتن ما ماسک نمیزنیم، از مدرسه اخراج شدن و الان تو خونه درس میخونن. اینا گفتن که ما اصلا عقیده نداریم به ماسک و حتی به خاطرش حاضر شدن که دیگه مدرسه نرن و با دوستاشون نباشن. من از لحاظ روانشناسی متوجه نمیشم که چی میشه که مسئله یک ویروس رو ما با مسئله اینکه قانون و رایت خودمون رو و حق خودمون رو در یک مملکت دموکراتیک میخوایم داشته باشیم به عوضی میگیریم. موقعی که یک مسئله واقعا زندگی و مرگ پیش میاد و موقعی که سلامت خودمون و اطرافیانمون و مردم دنیا پیش میاد، بحث دیگه سر من تنها نیست و بحث سر ماه. و دکترها و متخصصین و ساینتیست ها، ایمونولوژیست ها و غیره مرتب دارن تشخیص میدن که ما چه باید بکنیم
که سعی بکنیم که اولا نگیریم این ویروس و دوما به دیگران ندیم. پوشیدن ماسک یک رایت شخصی به عنوان یک دموکراسی نیست. پوشیدن ماسک یک قانونه که برای همه باید اجرا بشه و کمترین کار و آسانترین کاریه که ما میتونیم بکنیم، چون این میکروب، این ویروس از داخل بینی میره به سیستم ما و اتک میکنه و مسلماً خیلی به عقل میرشینه که ما اگر این ماسک رو روی بینی بذاریم، برای کسایی هم که ماسکشون همیشه افتاده زیر بینیشون، خواهش میکنم وقتی در پابلیک هستین یا در اتاقهای جمع یا رستورانهایی که داخله، این ماسک رو کاری بکنین که روی بینی شما رو بگیره. به هر حال این مسئله رو در نظر داشته باشین و بعد هم یه مقدار خیلی زیادی سیستم ایمنی خودتون رو میخواین بالا ببرین. ما در مرکز مایند تراپی سنتر یک پکیج درست کردیم برای اینی که سیستم ایمنی شما به حد اکثرش برسه و اجازه نده که شما اگر ویروس میخواد هیت بکنه با کسی میره که یک سیستم ایمنی بد داشته باشه. همیشه شنیدین که پری اگزیستینگ کاندیشن رو چک میکنن و اگر من به بهترین وجه به خودم برسم این مسئله اتفاق نمیفته. و به جز اون دی، ویتامین دی و سی و کارهایی که شما یاد گرفتین و دست شستن و اینهیل کردن و خوردن ویتامین مینرال های مخصوص، ما یک DHA درست کردیم که اویل مخصوص از خزه دریا و این اویل استقامت بسیار زیادی رو به مغز و ارگان ها میده، چون 70% مغز اویل، 60% از آب. در نتیجه آب خوب نوشیدن و برداشتن DHA 2-3 تا در روز کمک میکنه که شما سیستم ایمنیتون بالا بره. در این حال من پیشنهاد میکنم هر جای دنیا که هستین این تست ادرار و تست بزاق دهان رو انجام بدین که لابراتوارهای غیر شیمیایی بتونن به ما بگن که شما از لحاظ نوروترانسمیترها که تمام سلولهای ما بسته به داشتن نوتریشن کامل بینشون هستن که اسمش میشه، اسم این انشعاب میشه نوروترانسمیتر، میتونن فعالیت عالی داشته باشن. بنابراین به جای اینکه حدسی یه سری از نوتریشن ها رو بردارین، ما امروز میتونیم هم از لحاظ هورمون ها و هم از لحاظ نوروترانسمیتر ها تست بکنیم و بالانس بکنیم. از نظر لاغری هم، چون متاسفانه بدنی که فت و چربی اضافه داره، معنی اصلیش اینه که اینفلمیشن و تورم داره و ما با یه تست متابولایت که به هر جایی میتونیم بر شما بفرستیم میتونیم تشخیص بدیم که شما با یک تست خون که با اون کیت میاد براتون میتونیم بفهمیم که از لحاظ متابولیکی سیستم ایمنی کجاها مشکل داره. شما امروز دیگه لازم نیستش که چربی زیاد داشته باشین که تورم ها شروع بشه، که عدم اتصال ها شروع بشه، فشار خون تنظیمش بره، کلسترول بالا بره، تریگلیسیراید بالا بره و انواع مشکلات دیگر رو برای خودش بیاره و بعد به برین میاد، میموری پرابلم پیدا میکنه، پتانسیل آلزایمر رو بالا میبره. مغز و بدن ما با هم در رابطه هستند. در نتیجه حتما با من تماس بگیرین هر جای دنیا که هستین و بعدم من همیشه گفتم به شما من این برین تپ رو میتونم برای شما بفرستم، رو اپ میذارین و با نوری که داره و با موزیک مخصوص و ساجستشنای هیپنوتراپی این کاملا به شما کمک میکنه
نور، موشن و موزیک و سایکوتراپی در واقع در داخل هم قرار گرفته که به شما کمک میکنه توازن کامل سیستم رو داشته باشین. توازن احساسی ما توازن جسمی میاره. برای همین هم هست که امروز میخوام یکم راجع به خواب اگه بخش صحبت کنم و به شما بگم که تمام کلید موفقیت بالا بردن سیستم ایمنی ما یکی به آب خوردن، یکی به داشتن این روغن و یکی به خواب عمیقه که سلول ها بتونن دوباره سازی بشن. در رابطه با دستگاه الفا هم بهتون توضیح دادم برای کسانی که نمیخوابن این دستگاه الفا رو رو گوش که میذارن ماساژ گرما رو میده، گرمای مایکروکارنت انرژی میفرسته، همون اوپیود، همین هورمون های خواب، هورمون های خوشحالی رو در سیستم بین نیمکره چپ و راست ایجاد میکنه و باعث یک آرامش و رفته رفته وقتی طولانی بذاریمش خواب عمیق میشه. چقدر خوبه که از بچه 2 ساله شروع بکنیم و 10 دقیقه 20 دقیقه در روز اینو براشون بذاریم که مغز یک ثبات کاملی بین نوروترانسمیترها و ریلیس کردن هورمون‌های آرامش نوروترانسمیترها و اوپیوت‌ها ایجاد بکنه که دیگه این عدم توازنی از لحاظ خواب و مود ایجاد نکنه، حافظه رو بالا ببره، استراب رو پایین بیاره، افسردگی رو کنترل بکنه و در ضمن جلوی مایکروکارنت انرژی های ریدییشنی تمام دستگاه هایی که دور و بر ماست رو برای خودمون و بچه هامون میگیره و به خاطر اون خیلی از انواع سرطان رو دیگه نمیگیریم. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم و در رابطه با نحوهی که با بچه ها و تینیجرها عشق و محبت از یک طرف و دیسیپلین رو از طرف دیگه میدین با شما صحبت میکنم. قبل از اینی که چند موردی رو راجع به خواب به شما بگم، دلم میخواد صحبتم رو به این صورت تموم کنم که ما در سن اونها رو نگذاریم، بچه های ما به خاطر این همه اطلاعاتی که میرسه و تکنولوژی عجیب و غریبی که میگیرن یک حالت موجودات عجیب و غریبی میشن و با استفاده زیاد از سلفون هاشون، با تیوی دیدن و کامپیوتر زیاد و اینکه هیچ کاری رو نمیخوان انجام بدن گرفتاری برای ما و خودشون ایجاد میکنن. کلید موفقیت ما اینه که در کنار سرویسی که میدیم، عشق و محبتی که میدیم، انتظار چند قانون و مکالمه 2 طرفه و وقت معنیدار استفاده کردن با هم رو بذاریم و بعد تون حرف زدن خودمون رو به من از امروز قول بدین که برای اینی که قانونی رو بذارین و برای این که هر بچه به حرف شما گوش بکنه حرف بزنین. فوش، جیغ زدن، پرت کردن، کامپیوترشون رو شکستن، سلفونشون رو خراب کردن و عصبانیت ها فقط و فقط باعث میشه که بچه ها خشمگین تر بشن و به شما تلافی کنن. بچه ها چجوری تلافی میکنن؟ قیافه و ظاهرشون رو کارهای عجیب و غریب و مسخره میکنن یا تمام بدنشون رو سوراخ میکنن و از این پینا و حلقه ها آویزون میکنن و یا درس نمیخونن و یا به سراغ وید، مواد مخدر و الکل میرن. دوران تینیجری دوران پیچیده‌ایه و بچه‌های ما با این همه تغییرات هورمونی، جسمی، محیطی، جوش صورتشون، فکر میکنن بینیشون بزرگه، احساسات جنسی میاد براشون و تغییر سلول‌های مغز 6% شدیدتره. 600% معذرت میخوام. در نتیجه با هم انتظاراتی که لازم دارن، چه میخوایم ازشون، چه میکنن و چه رابطه ای رو ایجاد میکنیم، باید با کمال عقل
و کنترل ما باشه. در موردش بیشتر با شما صحبت میکنم. ما DVD و کتابی رو برای پرنتینگ، برای دیسیپلین و با عشق و برای اینکه به گرفتاری الکل و دراگ نرسن با کتابچه هایی درست کردیم و کتابچه هم راجع به سیکس ایژوکیشن برای مادر پدرها و بچه ها خوندنشون از کلاس پنجم آماده کردیم. خواهش میکنم اینا رو اردر بدین و بتونین ازش استفاده بکنین. من تلفن مرکز ما 310-286-1480 هست و ایمیل من nanaspirnia@yahoo.com. وبسایت ما برای اینکه ببینین ما چه سرویسایی میدیم و تستمونیال ها رو نگاه بکنین mindtherapycenter.com هستش. در مورد خواب ما تحقیقات بسیار زیادی کردیم و تقریبا میتونم به شما بگم که به خاطر مغز درمانی و به خاطر نقشه برداری که از مغز میکنیم امروز کاملا میتونیم بفهمیم که قسمت هیپوکامپس مغز در جلوی مغز، نیمکره چپ و راست، مسئول ضبط اطلاعات، آوردن فایل کردنش در حافظه و داشتن خواب خوبه. اگر خواب خوب و فعالیت درست جلوی پیشانی رو نداشته باشیم حافظه ای نداریم و اگر کم حافظه باشیم خوابمون رو تأثیر میذاره. حافظه و خواب رابطه مستقیم به هم دارن و به همین دلیل هم هستش که عزیزانی که خواب خوب ندارن مشکل حافظه، دیمنشیا و آلزایمرز در اونها بیشتر هستش. ما یک مغزمون یک کامپیوتره و ما وقتی که از عزیزان در هر سنی که هستین چه حافظه خوب دارین و چه ندارین، وقتی این نقشه برداری رو میکنیم متوجه میشیم که در کدام قسمت مغز و آیا در امیگدالا که قسمت اموشن سنتر ما هستش رابطه های الکتریکی مغز کم و زیاد هستش یا نه. هیچ کسی با مغز پرفکت و درست و بالانس به دنیا نمیاد و این اطلاعات جدید و تشخیص جدیده که ما به صورت حدسی وای نسیم تا سلول های مغز پیرشن و بعد دچار آلزایمر بشیم. خواب خوب برای هر سنی لازمه ولی برای بچه ها و تینیجر های ما سرنوشت رشد و اتصال مغز رو هم درست درس بخونن و ای بگیرن خواب عمیق و احتیاج دارن. ما بین حدود 6 تا 8 ساعت اوریج خواب رو لازم داریم حتما و بچه هایی که ما بعضی از مدارس رو تشویق کردیم که به جای 7 یا 8 صبح از 9 صبح مدرسه رو شروع بکنن به خاطر اینی که بچه ها مقدار ملاتونین و پروتئین خواب در تینیجری کمه و به همین دلیل بچه های ما تا دیر وقت بیدار میمونن و صبح ها با اینی که مجبورن پاشن مغزشون هنوز خوابه و به همین دلیل ما یک تست هایی کردیم و نشون داده تحقیقات ما که وقتی که بچه ها 1 ساعت دیرتر مدرسه رو شروع می کنن نمره هاشون بالا میره، مشکلات رفتاری کمتر دارن، تعداد تصادف تینیجر ها کمتر میشه و تاردیر هم کمتر می گیرن. به هر حال باید یادتون باشه که همه مسائل احساسی و فکری و بدنی به هم ارتباط داره و اگر دوستان عزیزی هستند چون مغز از 27 سالگی شروع به پیر شدن میکنه و از 30 سالگی این پروتئین های خواب و این توانایی خواب به خصوص با استرس زیاد با این تکنولوژی و الکترومگنتیک فیلدی که دورش هستیم و با یادگیری ها و فشارهای زیاد همینطور بیشتر میتونه پیر بشه. مواد مسموم و مواد شیمیایی مضری که در مغز
و سلول‌های بدن هستند فقط در موقع خواب هست که از مغز و بدن میتونه خارج بشه و مغز ارتباط خوب خودش رو برای اینکه هم حالمون از لحاظ احساسی خوب باشه و هم یادگیریمون خوب باشه و هم سلامت سیستم ایمانی باشه فقط در موقع خواب به وجود میاد. در نتیجه ما در مرکز مایند تراپی سنتر موفق شدیم که این تجهیزات رو برای شما داشته باشیم. اول از همه اینه که یک چکاپ میکنین از لحاظ اینی که سلول‌های مغز از لحاظ حافظه، از لحاظ حافظه کوتاه مدت، دراز مدت، خدای نکرده به طرف آلزایمر و دیمنشیا نرفتن و حافظه عملی و کاری رو ما تست میکنیم با یه تست مخصوص نیم ساعته و به شما من میتونم بگم که آیا کندیدیت هستین که خدای نکرده دوچار آلزایمر بشین یا نه. یک، دوم اینی که پیشگیری میکنیم از پیر شدن و گرفتاری حافظه و آلزایمر. سلول های مغز رو وقتی که علائم دارین فکر نکنین باید پلوی من بیاین. قبل از اینی که علائم دارین با چند جلسه ما مغز رو اپتیمایز میکنیم، روابط سلول ها رو اپتیمایز میکنیم تا شما با بهترین مغز، مثل وقتی که دکتر دندون میرین، دندون ها رو تمیز میکنین، جلوی اینفکشن رو میگیرین، وای نمیسین که دندون ها چرک کنه بیفته بعد دکتر دندون برین. دیگه یادتون باشه که دکتر ناناز پیرنیا و مایند تراپی سنتر مرکزی رو به وجود آورده که شما قبل از اینی که علائم هی بد بشه یا اگر علائم کمی دارین به ما رجوع بکنین برای اینی که از مغز شما ما به بهترین وجه تکر بکنیم، نوتریشنای لازم رو بدیم، تست ادرار و بزاق دهان رو بدیم، هورمون ها رو بسنجیم و اگر ضربه ای، استرسی، مشکلی برای شما ایجاد شده اون رو هیل بکنیم تا باعث ضربه زدن به سلول ها و در نتیجه سلول های شکرنرنده رو پیر کردن نشه. ورزش، یوگا، نفس‌های عمیق کشیدن، استفاده از دستگاه الفا و استفاده از برین تپینگ، دستگاه‌هایی که ما درست کردیم برای خواب خوب. اگر هیچ کدوم از شما عزیزان خوابتون عمیق نیست، خوابتون کافی نیستش و یا خیلی شب از خواب پا میشین، از دستگاه الفا استیم در هر جای دنیا که هستین براتون میفرستیم. از بچه 2 ساله تا فرد 120 ساله میتونه ازش استفاده کنه. دوستانی که استرس زیاد دارن، ما با کمک اون دستگاه لیمف و رد لایت و با کمک برین تپینگ استرس برین رو میگیریم و شما لازم نیست با این همه فشار و مسئولیت و نگرانی ها اینقدر به خودتون ضربه بزنین و هی تحملش کنین تا سلول‌های مغز پیر بشه. یکی از علائم مشکلات ما نخوابیدنه و ما خیلی جالبه که امروز این خواب رو وقتی عمیق می‌کنیم افراد از نظر انواع سرطان‌ها، از لحاظ اینفلمیشن و از لحاظ تورم‌ها، از لحاظ مشکلات احساسی و جلوگیری از استرس هم حالشون بهتر میشه و این به قدرت ادرینال و به ریورس کردن دیابت نوع دوم رابطه بسیار مستقیم داره. ما امروز در مرکزمون به شما کمک میکنیم که اگر از الکل، مواد مخدر و داروهای شیمیایی استفاده میکنین، کمک به شما بکنیم و تمام این محصولات رو به صورت طبیعی ما درست کردیم. ضد استراب طبیعی به نام ترانکونول، ملاتونین قطره لیکوید پروتئین طبیعی خواب،
برای کسانی که مغز یا ریلیس نمی کنه یا بنزه کافی نیستش یا خواب عمیق ندارن. ما برای تمرکز پروداکتی به نام Ultimate Focus درست کردیم و با چند جلسه LED Light باعث میشیم که سلول ها اکتیویتی بالا داشته باشن و شما با حال خوش به خواب عمیق برین. اگر داروهای شیمیایی خواب استفاده میکنین، فقط میخواستم بدونین که داروهای خواب مواد مخدر دارن. هر چیزی که ما رو بیهوش میکنه، ما رو بیحس میکنه، ما رو حالت شلوول در میاره، یعنی مواد مخدر داره و مواد مخدر مضر هستن برای سلول ها، برای ارتباط بین سلول ها و برای ایجاد سلول های جدید و جلوگیری از پیری مغز و خواب رو، خواب واقعی شما رو برای همیشه مختل می کنن. ما به جای داروهای خواب که شما رو بیهوش می کنه، با کمک ملاتونین، ترانکونول، با کمک دستگاه الفا و با کمک روش هیپنوتراپی و برین تپینگ کمک میکنیم که به خواب عمیق واقعی برین، به خاطر اینکه فقط در اون مورد و در اون موقع و در اون فرصت که مغز دوباره سازی، ادرنال، قند خون و مشکلات تورم و چاقی و چه از نظر مشکلات، همه مشکلات کتاب‌های روانشناسی از A to Z مثل ADD، ADHD، استراب، افسردگی، انواع وسواس ها و تمام مشکلاتی که شما توی این دوره میشنوین افراد دارن، در واقع دیگه اینها دیسوردر و مشکل نیست. خبر خوبی که برای شما دارم اینه که بچه‌ای که به دنیا میاد اگر آتیزم داره، اگر اسپرگر اسمشو گذاشتن، اگر بچه‌ای شب ادراری داره، اگر بچه‌ای وسواس داره، اگر بزرگسالی مشکل استراب و بایپولار و اختلالات مود داره، اینها دیگه تمامش معنیش اینه که یک عدم توازنی بین سلول‌های مغز از لحاظ روابط الکتریکی امواج مغز یا از لحاظ بیوشیمی و تغذیه‌ای بین سلول ها و نوروترانسمیتر ها وجود داره. علامتیه برای اینی که ما بیایم مغز رو نقشه برداری کنیم، تست ادرار رو انجام بدیم، از تمام تکنولوژی جدید نورو فیدبک ها و موشن بد و رد لایت و لیمف استفاده بکنیم تا مثل هر قسمت بدن به اون قسمت برسیم تا اپتیمایز بشه و جلوگیری بشه در واقع از پیری سلول ها و این علائم به صورت نرمال. گرفتن فقط داروهای شیمیایی و ماسک کردن مشکلات دیگه هم ابنرماله، هم واقعی نیست و هم تمامش به صورت کوتاه مدت ممکنه علائم رو ماسک بکنه، ولی هیچ چیز رو در مغز و جسم ما نه جبران میکنه و نه ترمیم میکنه. تلفن تماس 310-286-1480 و براتون بهترین ها رو در این دوران هرج و مرج و در این دورانی که استراب داریم و باید از خودمون مواظبت بکنیم آرزو میکنم. با تشکر دوباره از زهره عزیز، تا برنامه آینده، روز و روزگارتون خوش. عزیزم I love you. دوستان عزیزم ممنونم که با من بودین و تا برنامه آینده روتون رو میبوسم.